بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در کشور ما هستند و حمله قلبی تظاهر مرگبارترین این بیماری ها یعنی تنگی یا انسداد در رگ های کننده به خود قلب هست که به نام رگ های کورونر شناخته میشن قلب چون پرکارترین و فعالترین عضله بدن هستش دائما باید جریان خون و اکسیژن و غذا به قلب برسه در صورتی که انصداد رگهای های کننده قلب به طور کامل باشه یعنی همون حالتی که ما بهش سکته قلبی اطلاق میکنیم این علائم خیلی شدیدتر درد و احساس سنگینی شدیدتر معمولا همراه با تحریق سرد، تپش قلب، احساس سنگینی، احساس خفگی و احیانا تهوع و استفراغ خواهد بود که در واقع بیمار یک احساس بسیار بدی از واقعی شومی رو خواهد داشت وقتی که این اتفاق میفته کاری که باید کرد در حال اگر فرد در حال فعالیت هست حتما بشینه فعالیتش رو قطع بکنه که کار قلبش کم بشه و بلا فاصله به اورژانس یا 115 یا اورژانس های معمول تماس بگیرن و بیمار رو خیلی سریع منتقل بکنن به بیمارستان نکته ای که من باید در اینجا بهش تاکید بکنم زمان رسیدن به بیمارستان هست از لحظه ای که رگ قلب بسته میشه شمارش من معکوس برای از بین رفتن عضله قلب آغاز میشه و هر یک تار عضلانی قلب شما که از بین بره دیگه هرگز بازسازی و احیا نخواهد شد بنابراین هر چه سریعتر به مراکز درمانی مجهز مراجعه بفرمایید امکان باز کردن رگ و امکان نجات عضله قلب شما وجود داره ولی اگر زمان را از دست بدید ممکنه یک درصد قابل توجهی از قلب را از دست بدیم و اگر خدایی نکرده عوارض وخیمتری نداشته باشه حداقل آرزویی که خواهد مون نارسایی قلبی مادام العمر هست بنابراین مهمترین نکته زمان کوتاه از شروع علائم و بروز علائم تا رسیدن به مرکز درمانی مجهز بیمارستانی هست مهمترین ریسک فاکتورها یا عوامل خطرساز برای بیماری قلبی عروقی عبارتند از قند خون بالا بیماری فشار خون یا پرفشاری خون در واقع سابقه خانوادگی برای بیماری قلبی، کشیدن سیگار که بسیار مهم هستش، فعالیت بدنی نداشتن یا در واقع عدم تحرک، زندگی بدون تحرک و بدون فعالیت و رژیم غذایی نامناسب، وزن بالا و چاقی. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم رسوب چربی یا همین به اصطلاح تنگی رگ در ما خیلی دیرتر اتفاق میفته و زمانی هم که اتفاق بیفته در سن بالاتری هست و زمانی هم که اتفاق بیفته با آرزه کمتری همراه هست و خطراتش بسیار کمتر خواهد بود بنابراین هم بیماری رو پیشگیری میکنیم و هم در صورت وقوع محدودش خواهیم کرد